کندهار، کشتارگاه جنگجویان طالبان، کشته شدن 10 جنگجوی دیگر این گروه. عملیات امنیت ملی، 8 اختطافچی دستگیر و مریم آزاد شد. نزدیک به 500 کشته و زخمی در جریان 5 ماه مذاکره. کابل در آتش انفجار می سوزد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام و مجموعه خبری این کانال خوش آمدید. لطفاً تا پایان ما را همراهی نمایید. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 10 جنگجوی گروه طالبان در ولایت کندهار خبر داد. با گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع ملی افغانستان امروز جمعه 24/11/1399 نوشت. نیروهای دفاعی و امنیتی با پشتیبانی نیروی هوایی دشمن را در مربوطات ولسوالی های ارغنداب و میوند ولایت کندهار هدف قرار دادند. این وزارت افزوده است که در نتیجه 10 طالب کشته، 7 تن زخمی، سلاح و مهماتشان تخریب شده است. در پایان خبرنامه آمده است که همچنان نیروهای دفاعی کشور با کشف و خونسازی 66 حلقه ماین طالبان در این دو ولسوالی از حمله مرگبار جلوگیری کردند. یادآوری میکنیم که ولایت کندهار در ماهای پسین گواهی درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و جنگجویان گروه طالبان بوده است که تاکنون نزدیک به 1000 تن از جنگجویان گروه طالبان در این ولایت کشته شدند. عملیات امنیت ملی، 8 اختطافچی دستگیر و مریم آزاد شد. ریاست امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که یک کودک 3 ساله را از چنگ ربایندگان آزاد و 8 اختطافچی را بازداشت کرده است. با گزارش سپوتنیک، این ریاست در یک اعلامیه گفته است که عملیات برنامه ریزی شده این ریاست در شهر کابل انجام شد که منجر به آزادی کودک به نام مریم شده است. اداره امنیت ملی افغانستان می گوید که ربایندگان در بدل رهایی این کودک از خانوادهش مبلغ 40,000 دلار آمریکایی درخواست کرده بودند. عملیات نجات این کودک در ناحیه 16 شهر کابل انجام شده است و 8 تن توسط نیروهای امنیت ملی کشور بازداشت شده است. این در حالی است که ربوده شدن یک کودک در بلخ اعتراضات فراوانی را در پی داشته و هنوز عملیات نجات وی موفق نبوده است. روزنامه 8 صبح، نزدیک به 500 کشته و زخمی در جریان 5 ماه مذاکره. کابل در آتش انفجار می سوزد. در جریان 5 ماه از آغاز مذاکرات بین الافغانی، شهریان کابل روزهای سختی را سپری کردند. نزدیک به 100 انفجار، حمله مسلحانه و راکت پرانی در کابل تلفات سنگین بر نظامیان و غیر نظامیان وارد کرده است. در این انفجارها و حملات نزدیک به 500 تن کشته یا زخمی شدند. بر اساس آمارها دست کم 55 موتر در نتیجه انفجارها تخریب شده است. انفجارهای ماین مغناطیسی در 5 ماه اخیر 12 نوع موتر مختلف را هدف قرار داده است. این آمار بیش از 25 موتر نظامیان و نزدیک به 30 موتر غیر نظامیان را شامل است. در این جریان حتی ماین‌های مغناطیسی در موتر تاکسی و بایسیکل کارگزاری شده است. این طرفات در حال به نظامیان و غیر نظامیان وارد می شود که نیروهای امنیتی توانستند در 5 ماه اخیر از حدود 100 مورد انفجاری و حمله جلوگیری کنند. در این جریان نزدیک به 100 مهاجم مسلح در شهر کابل کشته و 10 تنشان بازداشت شدند. هرچند گروه طالبان مسئولیت انفجارها بر غیر نظامیان را نمیپذیرند، اما مقامها در حکومت معتقدند که انفجارها و ترورهای هدفمند پایتخت از سوی گروه طالبان سازماندهی می شود. مذاکرات صلح بین الافغانی در 22 سنبله سال جاری در دوحه گشایش یافت. از آن زمان تا حال که 5 ماه می گذرد، شهروندان کشور به ویژه پایتخت نشینان
روزهای خونین را پشت سر گذاشتند. بیشتر شهریان کابل تا پیش از آغاز مذاکرات از جرایم جنایی شکایت داشتند و در صدی این جرایم به شکل چشمگیر افزایش یافته بود. با این همه موج انفجارهای کابل در 23 سنبله و تنها یک روز پس از آغاز مذاکرات کلید خورد و نگرانی تازه به بار آورد. در نتیجه انفجار ماین در کوتی سنگی از مربوطات حوزه پنجم امنیتی دو غیر نظامی زخمی شدند. در جریان 3 روز پس از این رویداد نگرانی ها از کاربرد سلاح قلمی و انفجار ماین مغناطیسی در پایتخت مدرک شد. سرانجام پلیس کابل در نتیجه یک عملیات 48 میل سلاح نو قلمی، 14 ماین مغناطیسی و 850 متر فلته ثانیه سوز را از مخفیگاه در کابل کشف و ثبت کرد. محمد مسعود اندرابی وزیر امور داخله در آن زمان به رسانه ها گفت که طالبان تاکتیک جدیدی را به کار بستند و می خواهند از طریق انفجار ماین ها هرج و مرج ایجاد کنند، موضوعی که گروه طالبان آن را رد کرد. هرچند انفجارهای پراگنده در جریان ماه اول مذاکرات بین الافغانی در شهر کابل به وقوع پیوست، اما در آن زمان نگرانی ها از جرایم جنایی انفجارهای پراگنده را در سایه قرار داده بود. همزمان با سطح بلند جرایم جنایی، گروه طالبان در هفدهم میزان با نشر نامه در برخ از نقاط شهر کابل تصریح کرد که افراد این گروه برای گزمه و عملیات در نقاط نامن کابل فرستاده می شوند تا در برابر دزدان اقدام کنند. اکنون آمارها نشان می دهد که میزان انفجارها و حملات در شهر کابل تنها دو هفته پس از این اقدامات سیر صعودی گرفته و به شکل چشمگیر افزایش یافته است. پلیس کابل آمار انفجارها، حملات و راکت پراگنی ها را از 22 سنبله تا حال به گونه روزانه بر رسانه ها گزارش شده است. بر اساس آمارهای پلیس کابل در جریان 5 ماه اخیر بیش از 82 انفجار ماین در شهر کابل رخ داده است و علاوه بر آن پایتخت نشینان 11 مورد حمله مسلحانه و 2 مورد از راکت پراگنی ها را نیز شاهد بودند. از میان انفجارهای ماین مغناطیسی بیش از 55 مورد آن موتورهای نظامیان و غیر نظامیان را هدف قرار داده است. بدین ترتیب نزدیک به 30 موتور شخصی و بیش از 25 موتور دولتی هدف انفجار قرار گرفتند. سپاس از اینکه با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان باد.